سلام، عصر شما بخیر. خوش آمدید به این بخش ویژه خبری در بی بی سی فارسی. در ایران مقام‌ها 6 روز پس از آغاز اعتراضات مردم را به آرامش دعوت می‌کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری گفته مردم اجازه نمی‌دهند که آب به آسیاب دشمن ریخته شود. علی سعیدی رئیس عقیدتی سیاسی دفتر فرماندهی کل قوا گفته رهبر ایران مسئول همه تصمیم‌های اخیر است. از جمله کشته شدن دست کم 106 نفر در جریان نارامی‌ها، چنان که عفو بین‌الملل گزارش داده، و قطع کامل اینترنت ایران برای 4مین روز متوالی که اجازه نمی‌دهد جریان آزاد انتقال اطلاعات به خارج از ایران ادامه داشته باشد. آیت الله علی خامنه‌ای دیشب در یک سخنرانی گفت که نظام جمهوری اسلامی توانسته دشمن را عقب براند و اعتراضات را غیر مردمی خواند. بدونن هم دوستان ما هم دشمنان ما، ما در عرصه جنگ نظامی دشمن را عقب زدیم، در عرصه جنگ سیاسی دشمن را عقب زدیم، در عرصه جنگ امنیتی دشمن را عقب زدیم. همین کارهای این چند روز، اینا کارهای امنیتی بود، این کارهای مردمی نبود، کار امنیتی بود، عقب زده شدن. در عرصه های مختلف دشمن را عقب زدیم. به توفیق الهی در عرصه جنگ اقتصادی هم دشمن را به طور قاطع عقب خواهیم زد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم امروز در سخنانی در جلسه هیئت دولت گفت اعتراضات اخیر کار دشمنان ایران بوده که برای آن چند سال برنامه‌ریزی کرده بودند. مردم ما در حوادث مختلف در برابر نقشه دشمن پیروز شدند. این بار هم در اغتشاشات که نقشه دشمن برای ناامنی بود، مردم در این صحنه کاملا پیروز شدند. معلوم شد دشمنان ما در طول این 2 سال و سالهای قبل که برنامه ریزی کرده بودند برای آشوب طلبان چقدر سربازشون کم بوده و گرچه آدمهای شروری رو برای این کار انتخاب کردند، خسارتهایی رو به مردم زدند، به زندگی مردم، به جان مردم، حتی به نوجوانها هم اینا رحم نکردند، با سلاح گرم و سلاح سرد به بچه ها هم حمله کردند، به مغازه های مردم، به خونه های مردم، به داروخونه، به مرکز پزشکی، به جاهایی که خدمات رسان بودند به مردم. این نشون میده که این جمع کوچک ضد کشور، علیه وطنشون، علیه منافع ملیشون کار کردند. احمد سلامتیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از پاریس با ماست. آقای سلامتیان، هرچند که بسیاری از مقام‌ها و رسانه‌های دولتی از آرام بودن شرایط گزارش میدن، در لابلای خبرها چنین برداشت میشه که آنچنان هم بسیاری از شهرها آرام نیست و اساساً کماکان ادامه قطع اینترنت هم این تصور رو میده که آنطوری که اینها تلاش میکنند آرام نیست. امروز نماینده عقیدتی آقای خامنه‌ای در نیروهای مسلح گفتش که رهبر ایران تمام هزینه تصمیم اخیر رو بر عهده گرفته. علتش چیه به نظر شما؟ علتش به ناگزیر شده یک بیان واقعیتی رو میکنه. امروز در ایران آقای خامنه ای کلیه نهادهای دیگر جمهوری اسلامی رو، کلیه نهادهای مردمی رو سالبه به انتفاع موضوع کرده، یعنی از محتوای خودشون خالی کرده، همه امور رو مختص به خودش کرده. خود ایشان هم در صحبت‌هایی که در دیشب در جلسه کارآفرینان به اصطلاح بیان کرده و شما نقل قول کردید، معلوم میشه همه صحنه‌ها رو صحنه جنگ می‌بینه. در همین نکته اشکال اساسی و چشم اسفندیار برداشت ایشان از مسائل ایران به خوبی دیده میشه. جنگ نظامی با جنگ تبلیغاتی، با جنگ تحریم، با جنگ اقتصادی فرق می‌کنه. جنگ نیست اصلا، به کار بردن اصطلاحات نظامی در زمینه اقتصاد یعنی نفهمیدن اصول اولیه اقتصاده. اقتصاد رو با مدیریت، با منیجمنت اداره می‌کنند، نه با سرنیزه، نه با تحکم، نه با زور. وقتی کسی در رأس قدرت باشه،
که همه چیز رو عادت کرده باشه در 40 سال گذشته با تحکم حل و فصل کرده باشه. مشخصه عمدش عبارت از این باشه که من امروز میگویم زیر عمامه ایشان بیشتر کلاه خود نظامی به چشم میخوره. اینو چندین سال دارم میگم و ایشان به عنوان و به سبقه کسی که نیروی نظامی داره میخواد همه امور دنیا و کشور و به خصوص اقتصاد کشور رو و برخورد با نسل جوان کشور رو با اقدامات نظامی حل و فصل بکنه. این مشکله، این مشکلی است که ایران رو به ترتیبی با این کار قوه قضاییش رو بیمعنی کرده، قوه مجریش رو بیمعنی کرده، قوه مجلسش رو بیمعنی کرده. یعنی چه؟ که برای تعیین کردن قیمت نرخ یک کالا سران سقوه جمع بشن و ادعای تبعیت از فرمانده کل قوای نظامی بکنن. خلاصه کردن همه تحلیل و وضعیت کشور به یک برخورد نظامی در دنیای پر ماجرای کنونی کشور رو یک جنگ داخلی و آشوب میبره. ادهی پیش میکنن که آقای خامنه ای ناآگاه نسبت به این مسئله است. به من اجازه بدید بگم نه، اینجور نیست. ایشون در 40 سال گذشته عادت کرده که در هر زمانی که بحرانی بوده اون بحران رو با شدت بخشیدنش و بردنش به لبه اون که ناگزیر باید راه حلش رو با نشتر نظامی انجام داد پیش برده. الان هم در همین مسیره. بنابراین حوادثی که الان در ایران اتفاق میفته صرف نظر از اهمیت هر کدوم اونها و ریشه شون بیشتر یک اختیاریست نسبت به جامعه ایران، حاکمیت ایران، حکومت ایران، خود جمهوری اسلامی و سرانش، که امروز مشکل اصلی جمهوری اسلامی در این نحوه مدیریت آقای خامنه‌ای است. این شیوه مدیریت که بهش اشاره کردید از نظر موازنه قوا و جایگاه مجلس در ایران چه نقشی میتونه داشته باشه؟ ببینید، اولا مجلس رو چه کار به تعیین نرخ بنزین؟ مجلس بودجه تعیین میکنه. رئیس مجلس که جانشین مجلس نیست که، نمایندگان مجلس در جلسه عمومی با یک شرایطی بحث میکنن به بودجه میرسند. وقتی خود جلسه ای تشکیل میشه اسمش میشه سران قوا، مثل اینکه سه قوه سه پادگان نظامی هستن، فرماندهانشون رسوندن و در اینجا میخوان یک توافق نظامی بکنن زیر نظر فرمانده کل. نشان دهنده اینه که مجلس عملا در ایران از نقش و وظیفه خودش خالی شده. نقش و وظیفه‌ای که در خود قانون اساسی جمهوری اسلامی براش نوشتیم باید رأس امور باشه خالی شده. قوه مجریه وظیفش به خصوص حداقل قوه مجریه ای که کارش متدرجن خلاصه شده به مدیریت امور اقتصادی، اینه که در امری مثل مسئله تعیین نرخ بنزین نه در 48 ساعت قبل از تصمیم گذشته بلکه در 7 سال گذشته اختیار داشته باشه. این نیست صحبت های دیشب آقای خامنه ای وقتی جزئیات وضعیت اقتصادی رو صحبت میکنه و به کارفرمایان داره میگه وضع اقتصادی خوب میشه. به من اجازه بدید دیشب وقتی این صحبت ها رو خوندم فقط یاد کوروش آسوده به خواب افتادم. کشور آرام است، ما بیداریم. نخیر، شما بیدار نیستید. شما قدرت مطلقه بدون نقد کاری کرده که فکر میکنید اقتصاد رو هم میشه با ضربه شلاق و زندان و بازداشت و گلوله تیراندازی از مستقیم حل و فصلش کرد. نه، جامعه ایران جامعه ایست جوان شده. من به فرم دیگری تصویراتی که از این تظاهرات اخیر میبینم من رو به یاد خودم میاندازه در شب اول محرم قبل از انقلاب، وقتی که میدیدم از لوله های اگوی منطقه سرچشمه عده‌ای جوان بعد از این که گلوله میخورن دو مرتبه با سینه هاشون میان جلوی گلوله. چی شده وضع کشور به چنین جایی رسیده که جوانانش براشون امیدی جز این که یا به تخریب دست بزنن یا جلوی گلوله بروند نیست؟ هیچ کسی برای پیدایش این وضعیت قفل شدن به اندازه شخص آقای خامنه ای مسئولیت نداره. و متاسفانه اجازه بدید بگم به همین ترتیبی در مورد خودم میبینم که در آستانه 80 سالگی مغزم و اعضا و جواهرم سخت تغییر رو میپذیره. آقای خامنه ای هم از نقطه نظر ذهنیتشون دیگه توانایی مدیریت کردن کشوری رو و پیچیدگی های ایران در وضعیت کنونی ندارن. هرچند هم که خدمه فریاد بزنن که اون چه خصوص
اون خسرو کند نیکو کند، هر روز ادامه این مدیریت به این شکل و توزیع نشدن قوا بین ارگان‌های مختلف بیشتر و بیشتر جمهوری اسلامی رو مواجه با بحران میکنه. متاسفانه هم جوش عرض کردم این بحران این دفعه دیگه بحرانی نیست که فقط دامنه یک نظام رو بگیره، به احتمال بسیار زیاد دامنه کشور و وحدت و آیندهش رو هم آتش خواهد زد. آقای سلامتیان، با این حساب یعنی شما فکر میکنید که این اعتراضات و نارامی ها آیا یک تهدید حیاتی برای موجودیت جمهوری اسلامی؟ نشانی است از یک بیماری بسیار بسیار سنگین که سرطانش بدل به متاستاز شده در مجموعه بدنه، وگرنه اصلا تغییر قیمت بنزین که به گفته امروز مسئول اقتصادی 4% در تورم تاثیر داره، البته 4% در تورم بسیار زیاده، اما به فرض اینکه این را قبول بکنم که نباید منجر به این بشه که سر تا سر کشور آشوب بشه. اگر آقای خامنه ای و دولتشون و آقای روحانی که باید مدیر کننده امید مردم ایران بودند، اعتقاد دارند که این مردم ایران چنان کسانی هستند که سردست سخن سرانگشت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا منجر به این میشه که با سینه‌شون رو لخت بکنن جلوی گلوله بیان، بانک‌ها آتیش بگیره، سر تا سر کشور آتیش بگیره، این به من اجازه بدید بگم نشان دهنده اینه که سرطان مدیریتی که مدت 40 سال حاکمیت ملی رو غصب کرده، یه خط کشیده دید. جانشین مردم حاکم بر سرنوشت خودشون ولی مطلق شده، این مواجه با بحران جدی است. یا سردمداران جمهوری اسلامی و متفکرین و عقلای قوم ایران به این نتیجه میرسن که این احتیاج به تفاهم دیگری دارد برای اینکه اداره امور مردم رو به مسئولیت خودشون و به تشخیص خودشون بسپارند، استبداد ناصرالدین شاهی و استبداد دوره پهلوی و استبداد جمهوری اسلامی جز افزودن بر مشکلات مردم ایران کار دیگری نکرده و نخواهد کرد، علارغم تمام رجزی که به عنوان پیروزی های مختلف در جاهای مختلف از نقطه نظر نظامی یا از نقطه نظر نمایشی میکنن. مشکل ایران امروز اینه. آقای خامنه ای هم شده نقطه مرکزی مشکل ایران که اجازه تعامل هماهنگ نیروهای سیاسی کشور حتی نیروهای درون سرای قدرت خودش رو نمیده. متشکرم. احمد سلامتیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران با ما. ویدیویی به دست ما رسیده از توضیحات یکی از ساکنان خیابان ستارخان تهران درباره آتش زدن بانک‌ها در این منطقه. من دیروز که داشتم میمدم دیدم از پایگاه همه تمام مانتا پر سنگ و کلوخ و بنزین و چوب و اینا، کارشو اینه. هم اون موقع هم که زمان موسوی بود اینا این کارو کردن، زدن درب و داغون کردن بزنن گردن 4 تا جوان بدبخت. درسته که جوونا همه خودشون بودن با کت شلوارشون، ولی خدا شاهده فقط 5 تاشون مال این مسجد آریا شهره، از میدون نور اومده بودن، پایگاه فرهنگیان اینا بودن، تمامشون پایگاهی که میشناسن تمام اینا همه پر وانت سنگ و کلوخ و بنزین بود، تمام اینجا رو همه رو زدن آتیش زدن. مردم نبودن دیروز تو خیابون، اشتباه نکنید، مردم همه مغازه‌هاشون باز بود، مردم خواستن برن سر کارشون، اصلا دخالت نمی‌کردن. 4 تا جوان اومدن بغل دست اینا، مأمور میره اونا رو میگیره که بیگناهن، ولی اون که آقای شرور پسیجیه نون ملت رو میخوره، یا حقوقش کمه یا دست نشانده خامنه، نمیره معلومی دست نشانده کدام اینا، میاد اینجوری خلافکاری میکنن، میذارن جوان مردم رو میگیرن میبرن علکی که 1 میلیارد 2 میلیارد وثیقه بگیرن ول کنن. اینا دلشون به ملت نسوخته. تمام آریا شهر خدا شاده مردم اومدن، خانوما اومدن، ولی خلافکاری نکردن، تمامشون بسیجی بودن، از پایین آمده. من پایگاهاشون رو میشناسم، او قیافه‌هاشون رو همه رو. آقای خامنه اگه راست میگه بگه بیایید همه هر آن که دیروز لنده با شخصیاشون دونه به دونه، اگه ندادم دست این مردم از زن نیستم، من همه رو میشناسم. گزارش‌های مشابهی داشتیم، فرانش همیشه اینجاست، گزارش‌های مشابهی داشتیم در شهرهای دیگه هم. بسیاری از معترضان و شاهدان ادعا کردند که حتی آتش زدن بانک‌ها بعضاً کار نیروهای لباس شخصی و نیروهای امنیتی بوده. فرنوش، کماکان اینترنت قطع، آیا هیچ نشانه‌ای از تغییر دیده میشه؟ درست رانه، همچنان اینترنت قطع. اگر که سال 88
تلفن قطع شد اگر سال و بعضی از رهبران اعتراض ها در حصر شدن، این بار انگار اینترنت حصر شده، درهای ایران به روی همه کشورها بسته است. یکی از نمایندگان مجلس که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هست، حسن بیگی، توضیحات جالبی داده در مورد علت قطع اینترنت. گفته که نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و سپاه، او با خبرگزار ایسنا در ضمن مصاحبه کرده، گفته که این نهادهای اطلاعاتی گزارش هایی دادن از اینکه کسایی که به گفته او مشغول اختشاش بودن از اینترنت استفاده کردن. مثلا توضیح داده که یه سری افرادی بازداشت شدن، از اونها پرسید شده در بازجویی ها که چطور شما که اهل کرج نبودین همه جای کرج رو میشناختید. کاشف به عمل اومده که اونها از طریق اینترنت نقشه رو پرینت گرفتن و با استفاده از این تونستن که بیان در مناطق مختلف شهر. در نتیجه ما اینترنت رو قطع کردیم و گفته وقتی اینترنت قطع شد، راه های ارتباطی این افراد با هم قطع شد، موبایل هاشون رو شنود کردیم و از این طریق اونها رو بازداشت کردیم. و حالا که او وعده داده، حالا که به نظر میاد که یه ذره اوضاع آروم‌تر شده، ممکنه اینترنت در روزهای آینده وصل بشه. این موضوع رو آقای ربیعی هم از اعضای هیئت دولت گفته که در آینده نزدیک وصل میشه. ولی حالا این یه موضوعه که قطع شده، موضوع دیگه خسارت‌های بسیار زیاد اقتصادی هستش که به خاطر این موضوع قطع اینترنت در ایران، حالا در این شرایط تحریم و فشار اقتصادی، یک بار مضاعفی شده بر وضعیت اقتصادی ایران. بعضی از در واقع دست اندرکاران اقتصادی شروع کردن به مصاحبه کردن و صحبت کردن و دارن یواش یواش میگن که چه خسارت‌هایی دیدن. مثلا یکی از مدیران استارتاپ‌ها گفته که تقریبا تمام استارتاپ‌ها در ایران نیمه تعطیله به خاطر اینکه ما نمیتونیم برنامه نویسی کنیم و نمیتونیم بازاریابی کنیم. اینا از طریق اینترنت داخلی امکان پذیر نیست اصلا. یک عضو اتاق بازرگانی تهران با یکی از خبرگزاری ها مصاحبه کرده و گفته وضعیت به شکل شده که صادرات ما در ایران دچار مشکل شده، به دلیل اینکه نمیتونیم ردیابی کنیم محموله هامون کجان، کشتی ها کجان، در چه وضعیتی هستن و همه اینا خسارات های بسیار زیادی وارد کرده. حالا بعد از اینکه اینترنت وصل بشه، احتمالاً یک بخش خواهد بود که قطع اینترنت چه تأثیرات اقتصادی رو در وضعیت ایران گذاشته. فرنوش، طبیعتاً در واقع تنها پنجره ما به داخل ایران رسانه‌های دولتی هستند و اکثر اونها گزارششون مبنی بر اینه که همه جا آرومه و همه چی تحت کنترل. اما لابلای اون خبرها که میخونی میتونی نتیجه بگیری که اونقدر هم که تلاش میکنن به نظر نمیاد همه چی آروم باشه. دقیقاً همینطوره. در لابلا و بین خطوط گزارش‌های خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها در ایران میشه فهمید که یک تناقض‌هایی بین گزارش‌های رسمی و سخنرانی‌های مسئولان و این گزارش‌ها وجود داره. از جمله مثلا خبرگزاری ایرنا یک گزارش مفصلی نوشته. اولا گفته که دیشب در دسفول همچنان درگیری‌های وجود داشته، اعتراض‌هایی بوده و یک درگیری‌های رخ داده. این خبرگزاری که خبرگزاری رسمی دولت هم هست، در ادامه گزارشش گفته در شهرهایی مثل مشهد و کرج و فردیس و محمدشهر کرج نیروهای پلیس و نیروهای بسیج و کلا نیروهای امنیتی حضور بسیار پررنگی داشتن. این موضوعیه که مخاطبان بی بی سی هم چندین بار گفتن با تماس‌های تلفنی که ما میگیرن و گفتن که حضور نیروهای امنیتی در شهرهایی که اعتراض‌ها پررنگ‌تر بوده خیلی محسوسه و تعدادشون زیاده. خبرگزاری فارس یک گزارش تهیه کرده از فروشگاه‌های زنجیره‌ای که در ایران خسارت دیدن. هرچند که خواسته بگه که این فروشگاه‌ها آسیب دیدن، غارت شدن، اما مکان‌هایی که اشاره کرده در اونها میشه از اونها نتیجه گرفت که در چه مناطقی اعتراض‌های بیشتر وجود داشته و مردم اونجا جمع شدن. از جمله اینکه گفته در اطراف تهران، از جمله مارلیک و پرند و شهریار و ربات کریم، فردیس و ملارد و شهر قدس و همینطور ورامین و حسن‌آباد این اتفاق افتاده. در شرق تهران
بعضی از فروشگاه آسیب دیدن، گفته در اصفهان، سنندج و کرمانشاه هم این حوادث رخ داده. از این شهرها میتونیم نتیجه بگیریم که اعتراض‌های زیادی در این مناطق برپا بوده. دیروز من گفتم که مدیر کل انتقال خون تهران گفته بود که به خون احتیاج داریم. امروز روزنامه همشهری گزارش تهیه کرده، رفته با مدیر کل خونهای چند استان مصاحبه کرده و همه اونها گفتن که وضعیت در واقع ذخایر خون در ایران در آستانه بحران، در مرز هشداره. از جمله مدیر کلان مرکز خون خراسان رضوی، فارس، اردبیل، کرمان و اصفهان گفتن که ما در مرز هشدار قرار داریم. مثلا مدیر کل ذخایر خون فارس گفته در چند روز آینده دیگه مشکل داریم، خون نخواهیم داشت. هرچند که این گزارش میگه به دلیل فصل سرماست، ولی خب ما هیچ وقت یک چنین چیز مواجه نبودیم در گذشته. و به نظر میاد به هر حال با این گزارش ها که وضعیت خیلی اونقدر هم آروم نیست. متشکرم فرنوش امیرشاهی همکارم در استودیو. سازمان دیدبان حقوق بشر هم بیانیه ای داده و سرکوب گسترده معترضان در ایران رو به قول اونها محکوم کرده. این سازمان گفته که مقام های ایران با جدا کردن ایرانیان از اتصال به اینترنت جهانی امیدوارند سرکوب خونینشان علیه مردم خود را از بقیه جهان پنهان کنند. واکنش های زیادی بوده به این اعتراضات در چند روز گذشته. اما حسین علیزاده، دیپلمات سابق ایران و تحلیلگر مسائل ایران، به ما پیوسته. آقای علیزاده، علی سعیدی رئیس عقیدت سیاسی دفتر فرماندهی کل قوا امروز گفته که آیت الله خامنه ای مسئولیت تمام هزینه های تصمیم به گران کردن بنزین رو پذیرفته. این آیا میتونه به این معنی باشه که حال در داخل لایه‌های بالایی حاکمیت انتقاد هست، مخالفت هست با شیوه برخورد با معترضان، که آقای سعیدی احساس کرده که باید بیاد و اطمینان بده که آقای خامنه‌ای مسئولیتش رو می‌پذیره؟ ببینید، صورت مسئله در واقع این هست که قیمت بنزین یک شبه بدون اعلام قبلی، اتفاقا در شب میلاد پیامبر هم بوده، آمدن عوض اینکه یک هدیه‌ای بدن آمدن 2000 تومان افزوده کردن. مراجع تقلید آمدن اعتراض کردن به مسئله. نمایندگان مجلس گفتن ما بی اطلاع بودیم، در فاصله ای که همین فعل و انفعالات داشت اتفاق می افتاد. یعنی اگر جواب مراجع هم داده می شد، شاید صورت مسئله به این خشونت هایی که امروز رسیده، اینترنت هم قطع شده، خدا میدونه داره چه اتفاقی در اون کشور میفته، به اینجا منتهی نمیشد. خب در این وسط دیدیم که آقای خامنه ای بلافاصله آمد گفتش که این تصمیم رو من حمایت میکنم، این باید اجرا بشود. حتی مراجع هم خب سکوت کردن، چون میدونن به دفاترش حمله میشه و اون نمایندگان مجلسی که بر کرسی نشستن هم خب حرفی ندارن برای گفتن. عملا آن چیزی که در یک نظام هر کشوری میبایستی فعل و انفعالاتی انجام بشه، حرفی رد بشه، حرفی اثبات بشه، تبادل آرا بشه، اختلاف نظرات یه راه صحیح و اجماع کلی حاصل بشه، ایشون مسدود کرده. پس بنابراین تمام راه ها به رهبر منتهی می شود. الان اگر آقای سعیدی این حرف رو می زند، اگر هم نمی گفت، آیا غیر از این استنباط می شد که در روز دوم یا سوم رهبر آمده گفته که بله سران تصمیم گرفتن، منم پشتش وایسادم، اجرا بشه؟ بعد آنها هم که اعتراض میکنه اشرار هستن. روز سوم ایشون این حرف رو زد، یعنی هنوز هم این مقدار آشوب ها بالا نگرفته بود. پس طبیعی است تمام راه ها به آقای خامنه ای ختم می شود. دیگه امروز نمیتونه آقای خامنه ای بیاد به ای که من جسم نحیفی دارم، دست فلجی دارم، امام زمان من به اصطلاح به شما پناه میبرم، دیگه نمیتونه این حرف رو بزنه. به خاطر اینکه شما دست بردید در جیب ملت. اگر شما میامدید از همون نهادها و بنیادهای کلانی که زیر نظر شما هست موظفشون میکردید به این دولت مالیات پرداخت بکنن، بسیار مشکلات کشور حل میشد. اون موقع میامدید قیمت بنزین رو هم افزایش میدادید، حالا به جای 1000 تومان میکردید 1200 تومان، 1500 تومان. عملا ببینید آنچه که اتفاق افتاده،
دوران رهبری آیت الله خامنه ای تا کنون چهار بحران بزرگ رو به خودش دیده. یک، جریانات 78 کوی دانشگاه، 88 جنبش سبز که هنوز رهبرانش در حس هستند، و 96 که اعتراضات گسترده شکل گرفتش، و اینک هم که 98 هم که این اتفاق برمه. این مسئولیت ها باید به پای کی نوشته بشه؟ رؤسای جمهور که آمدند و رفتند، رؤسای مجلس آمدند و رفتند، کدام شخصیتی وجود داشته که همچنان بر کرسی خودش نشسته و همه این اتفاقات در دوران مدیریت او اتفاق افتاده؟ این همین حقیقت رو آقای سعیدی باید ازش تشکر کرد که به زبان آمده و او خودش به این کلام تصریح کرده است. آقای علیزاده، فکر می‌کنید که چرا بقیه ارکان حکومت بلند قدتر نمی‌ایستند اگر که مخالف این تصمیم؟ فرضاً آقای روحانی چندین و چند بار در دوران ریاست جمهوریش دم از برگزاری همه پرسی حتی درباره رابطه با آمریکا زد. می‌دونیم که تمایل داشت که وارد مذاکره بشه، بلکه بتونه تحریم‌ها رو حذف بکنه، و می‌دونیم که به هر حال در مقطعی حمایت میلیونی داشت. چرا احساس می‌کنه که این حمایت مردمی رو که دست کم زمانی داشت استفاده نمی‌کنه علیه آیت الله خامنه‌ای؟ ببینید، تلقی من این هست که مقامات کشوری هر چند اسم و عنوانشان بزرگ باشد، رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس خبرگان، نمیدونم مرجع عالی تقلید، همه اینها افراد پشت یک ویترین هستند. پشت ویترین یک انسان با هویت مستقل موجود زنده اونجا هیچ نایستاده، اینا در نهایت دارن از کسی دیگه شکل میگیرن. ببینید، شما اگر دست بذارید در بیت مراجع، دیدید چه ها کردن با بیت مراجع، از بیت آیت الله منتظری گرفته، آیت الله صانعی گرفته و دیگر آمد دیگر. اگر شما بگیرید به رئیس خبرگان بر هاشمی رفسنجانی، نهایتاً چه رفت؟ اگر شما بگیرید بر مثلا رئیس مجلس، ببینید بر آقای مهدی کروبی چه اتفاق رو افتاده. آقای روحانی هم در نهایتاً یک شخصیت امنیتی است، او فضای تنفس خودش رو در همین سیستم میبینه، در یه فضای آمدش و البته شاید میخواستش به یه روشی برای خودش راه گشایشی رو ایجاد بکنه، اما اون رو هم دولت خامنه‌ای بست. پس عملاً یا اگر بخوان حرف معارضی بزنن، مورد حمله و هجمه قرار خواهند گرفت. اگر بخوان سکوت بکنن یا همسویی بکنن، که عملا هم همیشه چنین بوده از شخصیت آقای روحانی، چیزی بیشتر از این بر نمیادش. متشکرم. حسین علیزاده، دیپلمات سابق ایران و تحلیلگر مسائل سیاسی. فرن تقی‌زاده همکارم در استودیو با ماست با آخرین ها. فرن. بله، باید بگم که همچنان اینترنت قطع هستش در ایران. هشتگ هایی که از خارج از ایران بسیار مورد استفاده کاربران ایرانی خارج از ایران قرار گرفت، تا اینکه شرایط داخل ایران رو به گوش بقیه جهانیان هم برسن، در روزهای گذشته داغ بوده در توییتر. یکیشون اینترنت فور ایران هستش که دیروز تونست در داخل بریتانیا برای یه مدتی به عنوان هشتگ اول در بیاد و به نوعی دیده بشه. رسانه های اینجا هم حداقل تا جایی که من دیدم تا حد خیلی بیشتر از روزهای قبل به قضایا و اتفاقات داخل ایران پرداختن. بیشترین فیلمی که به نظر میاد در رسانه‌های خارجی ازش استفاده شده، فیلم آتش سوزی بانکی هستش که در بهبهان همه جا پیچید، دست به دست شد. ما هم در روزهای گذشته این رو نشون دادیم، روی اینستاگرام بی بی سی فارسی هم وجود داره. حالا بیننده های ما اگه بسیاریشون خب قاعدتا داخل ایران هستن، دسترسی به اینترنت ندارن، در روزهای آینده اگر وصل شد میتونن برن و همه این مسائل رو و خبرها رو مرور کنن. همین که آیا اصلا اینترنت در روزهای آینده وصل میشه یا نمیشه، یا اصلا کی وصل میشه، نگرانی هستش که برای بسیاری از ایرانی ها وجود داره. کم و بیش که میبینی یه سریتون میتونن از این روزنه های قطع بودن اینترنت رد بشن، اولین سوالی که میپرسن یا میام مینویسنش همین هستش که ما اصلا حس خفگی داریم، همین که تونستیم رد بشیم و بیام یک خط توییت بنویسیم. حس کره شمالی بودن رو به وضوح می نویسن که به ما داره دست میده و می ترسیم که در این خفقان و این حصر خبری باقی بمونیم و این ادامه پیدا کنه این قضیه. از کارشناسایی هم که درون توییتر هستن یا حتی ما هم باشون مصاحبه کردیم، مثل امیر رشیدی، سوالاش رو میپرسن، اونا تلاش میکنن روی توییتر پاسخ بدن به این قضیه که آیا اینترنت شرایطی وجود داره که کلا کشورهای دیگه بتونن به کمک داخل ایرانی ها بیان و اینترنت رو براشون
دریافت کنن. امیر رشیدی مثلا توی یکی از توییت‌هاش نوشته که تکنولوژی نیست که واقعا اگه به صورت فیزیکی نتونن به هر حال تجهیزات داخل ایران نبرن و بتونن از خارج کاری برای داخل